سلام و وقت بخیر سرکها و مشکلات سرک ها در عموم افغانستان بخصوص شهر کابل از نگرانی های جدی شهروندان است و مردم نگران از هستند که هر بار سرک ها در کشور بخصوص شهر کابل اگر از سوی شرکت های قراردادی و یا از سوی شهرداری کابل ایمار میشه اگر نظارت جدی و دقیق صورت نگیره باز هم سرک ها و مشکلات خصوص خود را می داشته باشد بحث برنامه کنونی به همین موضوع پرداخته شده است مهمانان شریک در بحث هر یک احمد شا وید متخصص سرکسازی و آقای سهراب صدیقی مشاور امور ترانسپورت شهرداری کابل با ما در بحث هستند که خیر مقدم میگویم خوش آمدین مهمانان گرامی جناب وید با شما آغاز میکنم میار برای سرک ها و سرکسازی در کشور بخصوص شهر کابل باید چیگونه میارات بر سرک در نظر گرفته شود؟ تشکر با ابراز سلام خدمت شما و دوست عزیز ما که میمان برنامه هستن و گرامی ما پیش از یک سر از این موضوع صحبت بکنیم فقط یک موضوع را میخوایم اشاره بکنیم که پایتخت یک کشور عظمت تاریخی یک کشور نشان میته که در پالی ازی که موضوع شغل افزایی یا شغل مثبت برای مردم باید فراهم بسازه زمینی آرامش، آسایش و رفع چالش ها و مشکلات هم در قسمت باید با وجود میه که تمام این مسائل مربوط میشه به شهرداری کابل یک شهرداری یا شهر شهر, 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 شهر کابل شهرداری کابل ما در قسمت اگر صحبت بکنیم اگر در نظر گرفته شوه شهری که نفوس اضافه تر از 7 میلیون نفوس در شهر کابل که چالش ها و مشکلات فوق العاده زیادی در این قسمت داره طبعا مشکلات خود در هم هر می داشته باشه ولی در پلوی موضوع مشکلات اگر هست سیستم هوایداتی یا چشمه هوایی هم شهرداری داره که مشکلات خود باید قسمت حل بکنه کو بحث جداگانه هست که بله. نمی سر از این نمیپچیم سر از این موضوع میم سر موضوع سیستم ترانسپورت یا سیستم زیربنای های ترانسپورتی بله. یکی از چالش های عمده و اساسی در شهر کابل با موضوع سیستم ترانسپورتی هست یا رفع مشکلات ترانسپورتی چی رقم باید باشه و سیستم خود زیربنای های ترانسپورتی که یک سرک وقتی که ساخته میشه چی میارای را با خود داشته باشه یک سرک چقدر وقت باید که میاره برازی تعیین میشه که چقدر وقت کار میتا با کدام شرایطش در قسمت کار باید و در پالو از او چه مسایل باید در نظر گرفته شوه در قسمت موضوع ازی که یک سرک ک خوب و پایدار باید باشه در قدم اول باید امیر میخواستم که برای سرکتر امی مسائل نظر مسائل گرفته ما میخوایم یکی از مسائل عمده و اساسی موضوع تکنیکی یک بحث تکنیکی بسیار مهم است که در جریان ساختمان اگر تکنولوژی ساختمان سرکسازی یا تکنولوژی ساختمان مراحت شوه مشکلات کمتر خود داشت که تکنولوژی وزیب... ساختمانی در جریان ساختمان وقتی یک سرک یک پروسه تصادفی نیست یکی امیز. از کمیتترین ساختمان های محسوب میشه یعنی یک کیلومتر سرک تا میلیون دلار و دو میلیون دلار و تا دو میلیون دلار کیلومتر سرک نظر به تیپ اراضی و نظر به ساختمان های مصنوعی از او نظر به ساختمان هایی که دوزار برات است ایجاب میکنه و پول پرداخت میشه بنا اگر ما اسما میکنیم یک کیلومتر سرک اگر دو میلیون دلار که واقعا در کشور ما وجود داره فعلا هم سرک هایی که در شهرها یا باز قسمت های دیگه قرار داد شده تا دو میلیون دلار قیمتش هست تا دو میلیون دلار بگیریم تا یک میلیون دلار بگیریم بله. این اگر محاسبه شوه یک متر مربع ازی بالاتر از یک

قیمتش تمام میشه بنابراین تمام سرکایی که دیگه قسمت ساخته میشه ای از سرمایه ملی کشور است از کدام پول ساخته میشه از پول مردم ساخته میشه یا از پول کمک جامعه جهانی هم در پولی از بس پس حساب میشه سر مردم افغانستان سر دولت افغانستان بنابراین در قسمت ساختمان از چی مسائلی که یکی از مسائل عمده و اساسی تکنولوژی ساختمان است که یک سرک محاسبه میشه ساختمان میشه وزنی که برای از باید عبور بکنه او مشخص میشه پیش از اینکه سرک ساختمان شود در جریان همین محاسبه

تکنولوژی ساختمان طبقات یک قسمت کار میشه کدام طبقات کدام اندازه چی تست باید یک قسمت صورت بگیره اینی مسائل اگر مراحت شوه که این کنترل کیفیت از جریان کار ساختمان عدم مراعات کردن کیفیت یا کنترل کیفیت در جریان ساختمان و خود مراحت نکدن تمام سیستم تکنولوژی ساختمان و در پلی از عدم موجودیت یک برنامه منظم گفتیم برای کنترل خود از یک مشکل جدیره ایجاد میکنه و خود آب یکی از مشکلات اساسی در داخل شهر کابل موضوع آبای سطحی است در جریان ساختمان سرک وقتی که محاسبه میکنیم میبینیم از وقت نظر تکنیکی بهترین دوست برای سرک در جریان ساختمان که بدنه خاکی یا بدنه ساخته میشه تا وقتی که پوشش یا طبقه اسفالتی میفته بهترین دوست سرک در جریان ساختمان اوس که در موجودیت رطوبت اما محکمیت لازمی را که باید بگیره یا یک انرژی میخانیکی که برای خاک داده میشه توسط همو پروسای تکنیکی که رولکاری یا پرسکاری یکی که ای در موجودیت رطوبت میشه و بعد ولی از و بعد آب از... دشمنش آه. شد. آه. بعد از امی که یک مطل داریم که میگه جبه هم کلا ده هم بلا امی قسم برای ساختمان سرک از نقطه نظر تکنیکی آب عین حیثیت از دا داره جناب ویت سر... اگر مشخصا بیایم به سرک های شهر کابل و ولایات مشکل اساسی که اکثر سرک ها و مردم نگرانی از دارن که خراب میشه چی است چی دلایل باعث میشه دو مورد سه مورد شما معمولا بر شما ارائه کردم بله. مورد چهارم شما مواد بکیفیت. بله. یکی از مشکلات اساسی نبود مواد خوب در افغانستان چون افغانستان بازار کشورهای همسایه است بازار پاکستان ایران چین تمام مواد بی که در افغانستان وارد میشه از استفاده مواد صورت بگیره سپاس. ولی در جریان ساختمان باید که موادی که استفاده میشه تستای لابراتواری اگر صورت میگیره این مواد باید قطعا استفاده صورت سپاس. نگیره بشتار. یک اشاره کوچک که بگم در دا قسمت دارم چون دولت افغانستان به طول امی چند ساله که دولت قبلی بگویم یا دولت فعلی خصوصا در دولت جدیدی که روی کار آمد دا افغانستان در اینجا یک تعهدی داشتن در شروع که چند موارد خاص را میخواستن که سرش بس که یک موضوعی موضوع بود که اقلام وارداتی که در ساختمان بعد به مصرف میرسد چی در ساختمان های سنتی بله. مدنی چی در ساختمان های سرک تمام از این استاک شوه یعنی خود چی از دا دولت داشته باشه خریداری شوه از طرف دولت بعد از باز در بازار که یک برنامه بسیار خوبی بود که اگر این موضوع واقعا با هم شکل که گفته شده بود یعنی که تدارکات ملی را گفتن مرکزی میسازن مرکزی شد و در پالیش این موضوع در نظر گرفته میشد که مواد از بازارهای معتبر دنیا خریداری میشد واقعا این مشکلات تشکر. کم چالش ها را میتونست که رفع بکنه تشکر جناب صدیقی صاحب در ارتباط شهر کابل مشخصا میخواستم سرکای شهر کابل اکثرا سرکای با کیفیت با کیفیت بالا هم داریم و سرک داریم که دیدیم در طول مدت زمان خیلی کوتاه پس دوباره کنده شد یا از بین رفت و باز هم مردم با چالش های فراوان رو چید آنچه آقای وحید گفتند که به میلیون ها دلار مصرف بالای سرک ها صورت می گیره. اما نظر به موارد را که آقای وحید گفت شما موافق هستین که سرک ها دلایلش در شهر کابل تخریب سرک ها دلایلش همچو موارد را بود که آقای وید با اشاره کرد با سلام خدمت شما و دکتر سر محترم تمام بیننده های تلویزیون خورشید دکتر صاحب چهار حرف بسیار عمده زدن در بخش ساختمان سرک ها و این چهار بخش که یکیش بخش تکنولوژی سرک بود سیستم منظم کنترل و مواد بیکیفیت در سرک ها واقعا چالش عمده در بخش ساختمان سرک ها می باشند برای از این موارد چندین موارد دیگه هم هست که در شهر کابل من نظر باید گرفته شود که اکثر در سرک های شهری باید یک چیزی که باید من نظر گرفته شود مطالعات ترافیکی است اکثر سرک هایی که در شهر کابل اعمار می گردن طبقاتش تاور دیزاین میشه که اونجا مطالعات درست صورت نمیگیره اه اه و علاوه از او دیزاین این مطالعات تا هتن... کی انجام میتن صدیقی صدیق باید کی انجام میتن کدام مدرگان کدام داره مطالعات باید تمامش مطابق امی استاندارد هایی که ما داریم مطابق نورم استاندارد های اپروف شده اداره ملی استاندارد باید توسط قراردادی باید تمامش صورت بگیره و مطابق از او باید ما در مستندات گذشته که داشتیم گفتن که اداره نورم استاندارد گفتن ما استانداردها ها و نورم های را به شهرداری کابل جهت قریزی سرک ها و میارات بر سرک ها دادیم از او استفاده میشه؟ بعد وقت هم در اون مورد اصلا معلومات مهم. ندارم من فقط میخوایم راجع به بزنم چطور میتونیم سرک ها را به شکل میاریش و به شکل استانداردش باید چطور بسازیم یگانه چیزی که دکتر صاحب فقط چهار مرحله بخش ساختمان سرک ها را گفتن چیزی که در سرک ها اصلا مطالعه نمیشه بخش ترافیک است می که لود ترافیک یا مقدار که ترافیکی که بالای ساخت بالای جاده می آید که زیاد باشه اما قدر تخریباتش بالای جاده زیاد می باشه مطالعات ترافیکی در یک جاده یکی از عمدترین یک مدتن چیزهایی است که باید صورت بگیره برای علاوه مطالعات ترافیکی یک چیزی که ما میخوایم بگویم این است که من میخواستم مشخصا بپرسم که سرک های شهر کابل آن در سرک که تخریب شد دلایلش چی بود همین چیزی که دکتر صاحب گفتن که بله. یکیش عبارت از آبهای سطحی است که به شکل درستش مدیریت نمیشد علاوه از او مواد بی کیفیت که صورت استفاده میشد و همچنان کنترل درست از سرک ها صورت نمی گرفت درست صورت نمی باید. گرفت و تمام از امی علت ها باعث ازی شد که اکثریت نه تمامش بیشتر سرک های کابل با مشکلات و با چالش های عمده سرد چار باشند در مستندم که داشتیم و بارها که هم کردیم یک بخش از هر بخش شهر کابل اگر ها زیر کار میره و قرارداد میشه پروژه بر قراردادی داده میشه ناظرین شهرداری کابل در او پروژه حضور دارند پس این ناظرین شهرداری کابل در آن در پروژه هایی که غیر میاری و شما چیز را گفتین و موارد را که آقای وحید به او اشاره کردند این موارد در نظر نگرفتن و کار پیش بردن، اون ناظرین چی، کجا هستند و چی کردند؟ ناظرین که در سرک هایی که قبلا توسط شاروالی ایمار گردید بعض اونا را ما فعلا هم بایشان صحبت ها داریم با ایشان ماده این مورد تمام شهر جیران پرسیدیم به صورت ها... واضح معلوم نیست که فساد صورت گرفته باشه به نظر شما بله این من میپذیرم فساد در اکثریت موارد صورت گرفته با کسایی که در فساد دست داشتن تیم شاروالی با اونا همیشه با اونا در گفتگو هستن و کسایی که در فساد دست داشتن با سران با سرانوالی معرفی شدن و تا حالت آمار دارن که چقدر نفر از ناظرین بر سرک ها و ساران معرفی شدن؟ ما تا آمار دقیقش ندارم در اون مورد ما آمار دقیق ندارم من چیزی که گفتم اما این روان جریان داره روان تمام جریان داره چندین سرکه که خودم دا دا بله. من خودم در بخش ارزیابی از او ما انوالو بودیم به خاطر اینکه کنترلر ش ارزیابی میکردم ما انوالو بودیم با اونا آه ما آه یعنی به ساران معرفی شدن سپاس از شما جناب اکثر از پروژه ها خصوصا بخش سرکسازی در ولایات در شهرها و در داخل شهر کابل یک ساله عفظ مراقبتش به دوش قراردادی یا شرکت قراردادی سپرده میشه فکر نمیکنید که یک ساله یک نوع جفای با ملت است و یک سال هر سرک که اگر جور شوه فکر کنم به یک سال تیز خراب نمیشه ما چیزی صحبت هایی که با متخصصی نمی بخش داشتیم اما بعد از یک سال باید سرک هایی چیزی ره که شهردار سب در مستند گفتند که تا 20 سال یا سی سال باید کار بته اما سرک ها میبینید که تا از یک سال و بعد با سرک ها یا داغ پیدا میکنه یا کاملا تخریب میشه و از بین میرن بحث بسیار بس خوبه ما پیش از یک قسمت جواب بگویم مشاور ساز عزیز, عزیز پیشتر در یک مورد اشاره کردن در قسمت موضوع اکاونت ترافیک یا ترافیک محاسبه ترافیکی که این مستقیما در موضوع تکنیکی رول بسیار مهم داره محاسبه ترافیک یا اکاونت ترافیک یا مطالعات ترافیکی که به خاطر محاسبه سرک صورت میگیره بله. این شرکت صورت اقعی انجام از نداره این سروی و دیزاین از طرف هر مرجعی که میشه پیش از که سروی صورت بیگیره باید اکاونت ترافیک صورت بگیره که به از این اکاونت ترافیک اساس و شروع خود بخش تکنیکی محاسبه سرک همی اکاونت ترافیک انجام می یعنی صورت میگیره تا سر زمین موضوع موضوعی که سر اومدیم سر موضوعی طول عمر سرک یا دوام سرک واقعا یک سرک وقتی که ساخته میشه کمتر از 20 سال باید کار نده یعنی کمتر از 20 سال از 20 سال با بالاتر باید که از او کار گرفته شوه ولی کمتر از اون نه پس بنا بر کدام دلایل دلایلی که دی افز مراقبت دی دوامدار باید باشه یکی که امی 4 یا 5 موارد داره که ما پیشتر اشاره کردیم در جریان ساختمان این موضوع اگر واقعا کنترل میشه و در نظر گرفته میشه و مواد بی کیفیت استفاده نشه و تکنولوژی ساختمان در نظر گرفته میشه و خود تیم تکنیکی کنترل نظارت همیشه در سر کار می باشه و این مسائلی هست که باز در قسمت ساختمان دوام سرک تمام تاثیر مثبت خود داره آمد آمد که جفای نیست در حق ملت جواب سوال شما رو بتون با سر از این موضوع صحبت میکنیم کنیم اومدیم سر موضوعی که شما اشاره کردین که یک سال چرا این چیزی داده میشه افز مراقبتش با شرکت بر شرکت داده نمیشه افز مراقبت از برای یک سال فقط مطابق امو سیستم که وجود داره که سرک ساخته میشه مطابق نرمای بایملالی مطابق سیستم هایی که وجود داره در افغانستان باید این موضوع تغییر بکنه نظر به با باز چالش ها و مشکلاتی که است یک سال پریود گارانتی است یا دوام خود سرک وقتی که ساخته میشه برای یک سال هر نوع مشکلات و چالشی که در روی سرک میه کسی که او قرارداد کرده قراردادی که ساختمان کرده تمامش مربوط به همون میشه که با همون پول بدون پول زی دیگه یا پول اضافی از او پرداخته نمیشه از همون پول تمام چالش ها رو باید این رفع بکنه و باز تسلیم یعنی کدام جای اگر داغمه پیدا میشه یا یا, یا یک جوی آبرو کنار اتون، اتون. سرک اتون. اما, اما در, در, شهر کابل متاسفانه بعد از یک سال ما میبینیم که سرک که ایمار شده و به میلیون ها دلار مصرف شده دوباره کاملا تخریب میشن اتور اتفاق هم افتیده که مکمل پل یا پلچک تخریب شده اتفاق افتیده که بسیاری قسمت های سرک از بین رفته دوباره خود قراردادی مجبور و مکلف بوده که تاوان داده این دوباره احیا کرده و باید بکنه ولی این می پروسه همین موضوع عقل اگر در ساختمان و پیش از قرارداد برای سه سال در قرارداد گنجانیده شوه یک مقدار بسا پول ناچیز به حساب دو سال دیگه ارز مراقبت به همون شرکت داده شوه مثلا شرکتی که وقتی مسئولیت ساختمان یک سرک میگیره او میفهمه که بعد از یک سال اگر هر چی که بیه سرمه کس آورده نمیتونه می اگر میاد می امی گرانتی به سه سال ارتقا بکنه یا یک, یک مقدار بسا کم پول هم دهی در نظر گرفته شوه اینجا اگر کنترل شوه یا نشوه اگر ارگانی که مسئول از مسرک است که 24 سال انجینرش بالای سرش باشه یا نباشه او شرکت مکلف به خاطر که خودش ضربه میبینه بعد از یک سال مکمل اگر سرک تخریب شوه او مجبور است که بلکا دلار مصرف بکنه بنان ده اینجا حالتی هست که باز خود از او مجبور کوشش کیفیت بالا, بالا بره کیفیت بالا برای یک موضوع کوچک که د در قسمت میخوایم اشاره بکنم سر از این موضوع موضوعی که امی افز مراقبتی که پولی که برش اختصاص داده میشه یعنی ما بخش شاروالی رو گفتنم میتونم چون شاروالی اواید مشخص خود داره ولی یک چالش و یک عمده در مقابل دولت افغانستان موضوع عدم افز مراقبت یا افز مراقبت است عدمش نمیتونیم بگیم خود افز مراقبت است تمام ساختمان های سنتی مدنی و ساختمان های خود سرکا کلش بینیم مشکل دچار است اگر دولت توجه نکنه در قسمت در قسمت شهرهای عمومی و تمام و موضوع پولی که ضرورت از اختیار قرار نتا چون جامعه جانی ده حکومت گذشته و دهی حکومت یا تنها در قسمت ساختمان همکاری کردند در قسمت موضوع افز اونا پول ندادن ده قسمت ما تا 4 5 سال دیگه سرک های خوبی رو در افغانستان نخواد داشتیم یعنی دا هم مرسا مشکلات وجود داره جناب ایشان نمیشه موضوع... چشمه ایداتی که شما گفتین مثلا شهرداری کابل در شهر کابل میتونه که برای افز و از اون چشمه های ایداتی خود استفاده کنه اگر پول هم در نظر گرفته نشه خب این موضوع شهر کابل موضوع با... علیحدہ چون شهر کابل این موضوع رو میکنه و تیم جدیدی که در شهر ولی کابل اومده واقعا من خوشبین به می هستم که جوانایی هستن که پشتکار دارن مشکلات از زیادتر در قسمت مدیریت بکنن جناب تا جناب صدیقی صاحب میخواستم در راستای اول حفظ مراقبت پرسان کنم و در راستای از اینکه ارگا کار که از طرف شما صورت می گیره و از این پس از این جدید یا رهبری جدید مقام شهرداری کابل کارها چگونه برای, برای اختیار قراردادی ها سپرده میشه و تایی چی مراحله که باز هم ما شاهد خرابی سرک هایی که اعمار میشه در این وقت باز هم نباشیم؟ خود دکتر بر موضوع حفظ مراقبت گفت یک چیزی که در سیستم حفظ مراقبت افغانستان من نظر شار کابل من نظر گرفتن نشده بود سیستم حفظ دارایی های ترانسپورتی در شهر کابل بود یا سیستم اسید منیجمنت سیستم اسید منیجمنت شهر کابل تیم جدید مصمم به این است که ای سیستم را ایجاد بکنن چیزی که قبلا وجود نداشت تا که ما بفهمیم که چقدر سرک وجود داره کدام سرک ها در کدام نقاط مشکل دارن این مشکلات چه ناشی از چی است و چی راه های حل میتونیم این سیستم داشته دا. باشیم. ما مشخصا در ارتباط حفظ و مراقبت و قراردادهای یک ساله با شرکت ها میخواستیم پرسان کنیم که در این تجدید نظر صورت گرفته؟ در سیستم قراردادهای خود شوالی کابل قبلا در سیستم قراردادهایشان مطالعات که صورت میگرفت یا دیزاین هایی که توسط سیستم توسط تر تطبیق ما صورت میگرفت گرفت به شکل میاریش نبود که ما او همه ما به شکل میاریش ساختیم و قراردادهای جدید که شاروالی شاروالی کابل مثلا مس که دمی سال شش پروژه را به قرارداد بسپاره <تصفيق> <تصفيق> تمامش به شکل اساسی دیزاین میشه و دمی دیزاینش تمام یک چیزی که در شهر کابل من نظر گرفته نمیشه یعنی افکار عمومی به این است ای که ترافیک فقط موتر است مونتا در دیزاین سرک ها چیزی که من نظر گرفته نمیشه پیاده رو است و خطوط بایسکل رانی است و موتر سایکل است که تمام چیزها دیزاینا کامپلیت دیزاینر شاروالی کابل در های آینده ها خدمت نظر داره <تص> در ارتباط قرارداد با شرکت هایی که یک ساله قرارداد میکنن یا حفظ مراقبت یک ساله سرک به دوش دارن در تجدید نظر صورت گرفته؟ در مورد قرارداد های حفظ مراقبت چی ندارم واقعا معلومات ندارم مورد که چی صورت گرفته به خاطر که شهروندان شاکی ازی هستند که اگر یک ساله چیزی که آقای وید به او اشاره کردن اگر یک ساله به دوش یک شرکت میگذارن یک سال تیز میگذره و شرکت بعد این بازم اما اگر سه ساله یا پنج ساله به دوش یک شرکت قراردادی قرارداد سپرده شد مطمئن هستم که او کار معیاری را خاطر انجام داد به خاطر از اینکه باز هم بعد از 5 سال یا 4 سال یا 3 سال کدام مشکل بر شیجات نشود دوباره لک ها یا میلیون ها دلارش مصرف دوباره نشه من کاملا موافق هستم با حرف دکتر سب یک ساله وارنتی پیریود به خاطر پروژه واقعا کافی نیست اگر بتونیم مدت زمان از که تا یک پروسیجر باید تغییر بکنم و کاملا به او موافق هستم در خیلی مختصر و یک جمله اگر بگوین رای حل عمومی به خاطر جلوگیری از مشکلات و فساد در روند سرکسازی در بخصوص در شهر کابل و کارهایی را که باید انجام بتن در مجموع در افغانستان بر خاطر سرکات چی باید باشد؟ تشکر یک سوال میکنیم باز وقت کم میتیم به خاطر وقت برنامه وقت نمیگیره وقت فقط پیش از اینکه ای موضوع رو بگوییم خیلی مختصر دو موضوع رو به تفکیک بکنیم یکی موضوع گارانتی است یکی موضوع حفظ مراقبت در موضوع گارانتی او شامل مو قرارداد است موضوع حفظ مراقبت یک موضوع مجزا است که وقتی که ختم میشه باز موضوع حفظ مراقبت در این قسمت شروع میشه و یک تیمی که در یک جای می یا, یا یک وزارتی که یک, وزارت یک وزیر می یا, یا یک رئیس جمهور می در کشور نمیتونه تمام چالش ها را در یک بارگی رفع بکنه چون با یک قدرت جادویی نمیه مشکلات وجود داشته میباشه مشکلات بر حل از این مشکلات کار باید صورت بگیره بله. عموما در قسمت از این موضوع واقعا در پالوی که خود از اداره کار میکنه همکاری مردم هم اینجا تاثیر خود داره رول بسیار مثبت داره استفاده سو از خود سرک که ارتباط میگیره با خود مردم کسایی که مستقیما از سرک استفاده میکنن تو بلند یا مبر که مشخصا سرک دیزاین میشه از او بالاتر که استفاده میکنن مثل از است که سرک سر قالین تا اینکه چایدار بگردونی این هم یکی از چالش ها و مشکلات است که از سر... این مردم باید متوجه باشه من یک سرمایه خودشان و کن قسمت موضوع آینده در حساب موضوع سرک خب امی بخش مردم یک یک طرف قضیه است جناب وایت صاحب اگر شما بگین مردم خب مردم از خاطر منفعت خود هر کار را کردن اما در این راستا ارگان های مشخص دیگه اگر شهرداری م... کمک بخواد از مدیریت ترافیک پلیس م... وزارت امور داخله بله نه, نه. نه پلیس این قسمت چیز کرده میتونه نه وزارت داخله میتونه موضوع پلیس وزارت داخله این موضوع نمیشه که داخل اما تناژ بلند تناج... او... موضوع تناژ بلند هم یک معیار سیستم خود داره کنترل تناژ ترازو است ترازو نیروایی که در شهرها داخل میشه تا ها مطمئن ترازوها درست خب فعالیت میکنه و اگر فعالیت نمیکنه باید فعالیت بکنه با خاطر اینکه ای که در موتور امیر رقم است وقتی که خود محاسبه صورت میگیره اکسلا که در نظر گرفته میشه مطابق از که باره که تعیین میشه برای فی اکسل چقدر باید باشه و سایت معلوم است کلیزی در محاسبات در نظر گرفته میشه وقتی که باز اینی از این استفاده صورت میگیره چه رقم مثلا امیال سیستم ترازو به یک فساد گسترده مبدل شده که بر علاوه که این مشکل رو نمیکنه ایجاد مشکل شده اینی مشکلاتی هست که یکی هم خود شدت حرکت بیش از حد روز افزون یا وسایتی که دیگه قسمت هر روز زیاد شده میره بله. میم سر موضوع اگر چالش اساسی در دا داخل شهر کابل باید که از بین بره دو موضوع بسیار اساسی است یکی مسائل موضوع عمده موضوع آب بود که چه رقم باید آبای سطحی مدیریت شوه و چه رقم در جایی که آبای, آبای کم عمق وجود داره که دنج دا باعث تخریب سرک می کدام سیستم باید در نظر گرفته شوه این موضوع است و در کل وقتی که بندی میکنیم چون تو وقتت کم است و بله. وقت کمتر میتی موضوع حساسی یکی خب موضوع فساد است واقعا اگر این موضوع کنترل میشه یا کنترل شوه که در قرارداد مشکلاتی در این قسمت نباشه واقعا اه 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 بله. یک موضوع موضوع تیم منظم و متحد در قسمت کنترل کیفیت موضوع مواد به باید در قسمت استفاده صورت نگیره و مواد باید که قطع شوه استفادهش و در از ازو واقعا خود شرکتی که ساختمان میکنه ای هم تعهدی که میته در می قسمت باید باید, باید جدی گرفته شود جدی گرفته شود بله. و در در از ازو میم سر موضوع امی میاد که برای موضوع افز مراقبت است دوامدار وقتی که پریود گرانتی ختم میشه افز مراقبت شروع شود و هر نظر به تکنولوژی ساختمان و خود سیستم تکنیکی سرک هر سرک بعد از 5 سال باید یک تکنیس گرفته شود و تمام مشکلات چالش هایش رفع شود و یک تکنیس گرفته شود در اون صورت باز میشه که بگوییم که سرک برای 20 سال وقتی که عمرش است 20 سال کار میته اگر این پروسه در نظر گرفته نشه این مشکل جدی هستی دوام خواهد داشت چون مصرف کار دارد در دا جریان از اینکه تا وقتی که میاد خود تا این تکمیل میکنه تشکر تشکر از شما حضورتان در برنامه چون وقت برنامه کم است و بحث بالای سرکا خیلی زیاد نهایتا از حضور مهمانان مذرت میخوایم به خاطر کمی وقت و همچنان از شما بینید های گرامی تا برنامه بعد خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد که باز هم در خدمت قرار میگیرم تمامی شما را به خداوند پاک مسپارم موفق و کامگار باشید